الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بندگاني نهايات معزز مكرمي شبكي جهاني وسالي حق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمتي شما عزيزان محترمين هستم در قسمتي يكسد 46 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی این قسمتی از برنامه ما قسمتی آخری از احکام و مسائل و فضائل رکن چهارمی از ارکان اسلام روزه هست که بعد از اینکه در سلسله از قسمت‌های گذشته احکام و فضائل و مسائل روزه های فرضی و همچنین روزه های نفلی را بیان کردم و در دو قسمتی گذشته پرداختیم به بیان فضائل ماه مبارک رمضان و فضائل قیام و نماز تراویح و فضائل و احکام شب قدر و در این قسمت باب آخری از ابواب روزه را که باب اعتکاف هست خدمت شما با بیان تعریف اعتکاف و همچنین حکم و مشروعیت از او و شروط و مقاصد و فضائل از او ان شاء الله تعالی این باب را باب روزه را در این قسمت خدمت شما با بیان این مسائل خاتمه میبخشم. در مورد روزه دوستان عزیز در مورد اعتکاف الله متعال در یک آیه از قرآن کریم به آن اشاره میکند و میفرماید که ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد شما بازنهای خود نزدیک نشوید مباشرت نکنید در حالی که شما اعتکاف در مساجد معتکف هستید در مساجد در حالت اعتکاف در مسجد هستید و در مورد اعتکاف که اعتکاف چرا گفته می شود و تعریف اعتکاف چی هست و حکم مشروعیت از او چی هست در مورد تعریف اعتکاف ابن حجر رحمت الله علیه و همچنین ابن امام صنعانی در سبل السلام و ابن حجر در فتح الباری در مورد تعریف لغوی اعتکاف میگویند که مراد از اعتکاف لزوم الشیء و حبس النفس علیه مراد از اعتکاف ملازمت یک چیز هست که انسان بر یک چیز نفس خود را ملازمت بکند و نفس خود را بر آن حبس بکند پابندی بکند یعنی پابندی برای یک چیز و ملازمت یک چیز را اعتکاف گفته می شود و شرعا علما اعتکاف را چنین تعریف کردند که المقام فی المسجد من شخص مخصوص علی صفت مخصوصه مراد از اعتکاف قیام در مسجد هست و از شخص مخصوص که دارای شروط باید بوده باشد به صفت مخصوص که شروطی هست بر اعتکاف که علما از خلال احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آن را بیان کردند پس باید در مسجد بوده باشد اعتکاف و از شخصی بوده باشد که دارای شروطی هست و با کیفیتی بوده باشد که او کیفیت یا شروط بیان شده است در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که ما آنها را بیان میکنیم و در مورد مشروعیت اعتکاف علما به این اتفاق نظر دارن که یک عبادت مشروع هست و سنت مستحبه هست و باید در مسجد بوده باشد و به مشروعیت از او آیت قبلی دلالت دارد که ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد و همچنین فعل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که در احادیث بیان شده است که ایشان اعتکاف می نشستند و اقوال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث بیان شده است که ترغیب به نشستن اعتکاف در مسجد کردن اینا همه دلالت بر مشروعیت این عبادت میکند و برای اینکه این یکی از سنت های مستحبه است و علما تا به امروز اجماع دارند به این امر و یک سنتی هست که تا به امروز از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا به امروز مداومت دارد اما در حدیث متفق علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که ایشان فرمودند ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل رسول اكرم صلى الله عليه وسلم
تا آخرین عمر خود در ده آخر ماه مبارک رمضان اعتکاف می نشستند. و در روایت دیگری هم آمده که حضرت عایشه صدیقه فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابتدا به خاطر درک کردن شب قدر ده اول رمضان را اعتکاف نشستند و بعد از او ده وسط را اعتکاف نشستند و بعد از او ده آخر را اعتکاف نشستند و تا به آخر عمر خود در این اعتکاف نشستن ده آخر مبارک رمضان باقی ماندند و تا به اینکه از دنیا رحلت کردند و وفات کردند همه سالها ده آخر ماه مبارک رمضان را اعتکاف می نشستند. و بعد از او حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودند که ثم اعتکف ازواجه من بعده، بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با اقتدا به ایشان ازواج مطهرات هم ده آخر ماه مبارک رمضان را اعتکاف می نشستند. پس بنابراین حدیث و رأی علما به این اتفاق نظر دارند که این سنتی است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با آن مواظبت کردند و بعد از او ازواج مطهراتشان با آن مواظبت کردند و عده از صحابه با آن مواظبت کردند و تا به امروز علما و مسلمین با این مواظبت دارند و بیشترین مساجد مسلمان ها یا در اکثر مساجد مسلمان ها در ده آخر مبارک رمضان یک نفر و چند نفری این سنت را احیا میکند و ده روز رمضان را با خلوت به الله متعال اعتکاف می نشیند و مشغول عبادت الله متعال می باشد. لذا امام ابو داود رحمت الله علیه از امام احمد رحمت الله علیه روایت میکنه که ایشان فرمودند لا اعلم عن احد من العلماء خلافا ان الاعتكاف مسنون، ما خلاف در بین علما نمیبینم که همه یعنی همه علما به این اتفاق نظر دارن که و اعتکاف یک امر مسنونی هست، سنت هست و هیچ عالمی از علما در این امر مخالفتی ندارند. و بعد از او در مقصود و مرام از اعتکاف میفرمید که والمقصود منه جمع القلب على الله تعالى بالخلوة مع خلوة المعدة، مقصودش این است که انسان از اینکه معدهش روزه هست و معدهش خالی هست تمامی قلب خود را متوجه الله متعال کند و در خلوت الله متعال این روزها را بگذراند و با ذکر و تسبیح الله متعال و با روزه و نماز نعمت روحی برای خود ببخشد و از تمام ملذات دنیا از بیشترین ملذات دنیا خود را دور کند و همه توجهش به سوی الله متعال پروردگاری خود بوده باشد. و از جمله احکام این عبادت بزرگ، این عبادت مسنونه اعتکاف این است که اعتکاف گفتم که سنت هست لیکن در یک وقت واجب می شود و او این که شخصی بر بالای خود اعتکاف یک روز یا چند روز را نظر کند. وقتی که یک شخصی بر بالای خود نظر می کند که یک روز یا چند روزی در مسجد اعتکاف بنشیند، چی نظری از او در ماه مبارک رمضان بوده باشد و چی در غیر رمضان بوده باشد، این روزهایی که او نظر کرده اعتکاف آن بر بالای از او واجب میگردد. و این امر در حدیثی که متفق علیه است از عبدالله بن عمر روایت شده، این امر بیان شده که حضرت عبدالله بن عمر میفرمایند که ان عمر سأل النبی صلی الله علیه و سلم و قال، پدرشان حضرت عمر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استفسار کردند، سوال کردند و گفتند که کنت نظرت فی الجاهلیه ان اعتکف فی لیله فی المسجد الحرام، ما در زمان جاهلیت بر بالای خود نظر کرده بودم که یک شبی از شبها در مسجد الحرام اعتکاف بنشینم، این حکم از چی هست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب ایشان فرمودند که فاوفی بنظرک، اگر تو نظر کرده باشی باید به نظر خود وفا بکنی و یک شبی از شبها رفته در مسجد الحرام اعتکاف بنشینی. و در روایت آمده در صحیح بخاری که حضرت عبدالله بن عمر فرمودند فاعتکف لیله، حضرت عمر پدرشان بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حکم را بر آنها بیان کردند که اگر تو نظر کرده باشی این بر بالای تو واجب است، ایشان رفتن یک شب در مسجد الحرام اعتکاف نشستند. و حکم دیگری از احکام اعتکاف این است که روزه گرفتن در وقت اعتکاف شرط نیست، افضل و بهتر است که انسان در ماه مبارک رمضان
و در دهه آخر ماه مبارک رمضان در یکی از مساجد اعتکاف بنشیند. اما اگر کسی که اعتکاف در غیر روزه هم بنشیند یا اعتکاف را بر بالای خود نظر میکند در غیر روزه، اشکالی ندارد و میتواند که در غیر روزه هم اعتکاف بنشیند یک روز یا چند روز، و روزه داشتن در وقت اعتکاف شرط نیست. همچنان که امام دارقطنی رحمت الله علیه از حضرت ابن عباس، عبدالله ابن عباس روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: لیس علی المعتکف صیام الا ان یجعله علی نفسه، بر بالای معتکف روزه نیست، یعنی شرط نیست که حتما اعتکاف در ماه مبارک رمضان بوده باشد، یا شرط نیست که وقتی که یک روز یا چند روز شب را یا روز را اعتکاف می نشیند ولو در غیر رمضان باید آن روزها را روزه هم بگیرد، این شرط نیست، مگر اینکه شخصی بر بالای خود این شرط را بکند، یعنی شخصی نظر بکند که من یک شب یا یک روز یا چند روزی اعتکاف می نشینم و در وقت اعتکاف خود باید روزه هم بوده باشم، یعنی اعتکافی با روزه می نشینم. در اون صورت وقتی که شرط کرد بر بالای خود و نظر کرد، هم بر بالایش روزه گرفتن واجب می شود و هم اعتکاف نشستن، چون بر بالای خود نظر کرده و وفا بر نظر واجب هست. و همچنین از جمله احکامی روزه این است که از جمله احکام اعتکاف این است که اعتکاف حد ندارد. گفتم که افضل و بهتر است که در ماه مبارک رمضان در دهه آخر آن بوده باشد، اما این شرط نیست، واجبی نیست. انسان میتواند که در هر وقتی و در هر ساعتی و بر یک روز یا چند روزی اعتکاف بنشیند و بیش حد اکثر ندارد که یک روز باشد یا ده روز باشد یا یک ماه باشد. یک نفر میتواند که یک ماه اعتکاف بنشیند، یک نفر میتونه که 40 روز اعتکاف بنشیند، یک نفر میتونه که یک روز هم اعتکاف بنشیند. و اما در مورد اقلش اختلاف است، گفتیم اکثرش حد ندارد و اقلش اختلاف است. عده علما میگن که ولو که یک ساعت هم بنشیند به نیت اعتکاف، اعتکاف گفته میشود، و عده علما میگن که اقلش باید یک روز بوده باشد، و عده هم گفتن که 2 روز، و عده هم 10 روز را شرط گرداندن. و این اقوال را ابن حجر رحمت الله علیه در فتح باری ذکر میکند و میگوید که اتفقوا على انه لا حد لاكثره، علما ما با این اتفاق نظر دارن که اکثرش حد ندارد، میشه که یک روز یا 10 روز یا 15 روز یا یک ماه یا 4 روز یا از او که بیشتر هم بوده باشد. و اختلفوا فی اقله، در اقلش اختلاف دارند. قیل اقله ما یطلق عليه اسم القعود، اقلش آن است که فقط برای چند لحظه و چند ساعتی هم بنشینی به نیت اعتکاف، آن اعتکاف گفته می شود. و قیل یوم، و بعضی ها گفتند که نباید از یک روز کم نبوده باشد، اقلش یک روز است. و قیل یومان، و بعضی هم قولشان این است که باید از 2 روز کم نبوده باشد. و قیل 10 ایام، و بعضی هم قولش این است که باید از 10 روز کم نبوده باشد، اقلش 10 روز است. و همچنین از جمله احکامی اعتکاف این است که باید در مسجد بوده باشد، اعتکاف در خانه و در سرک و در خیابان نیست، باید کسی که اعتکاف می نشیند باید در مسجد بنشیند. و بر این امر آیه کریمه اشاره دارد که ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، در اینجا در اعتکاف قید کرده که در مسجد بوده باشد. لذا ما این را گفتن که شرط است که باید اعتکاف در مسجد بوده باشد. و همچنین ابن قدامه رحمت الله علیه در المغنی می فرماید: لا يجوز الاعتكاف الا في المسجد الا في المسجد تقام الجماعه فيه، جواز ندارد که کسی اعتکاف بنشیند مگر در مسجدی که در آن جماعت خوانده می شود، نمازهای پنجگانه جماعتا خوانده می شود. این به خاطر این است که تا که ضرورت بر این پیدا نکند که از مسجد به خاطر ادای جماعت بیرون شود. و گفتند که افضل و بهتر است که مسجدی بوده باشد که در آن جمعه هم خوانده می شود، تا که ضرورت پیدا نکند که به خاطر ادای جمعه از مسجد بیرون شود و مسجد جامعه دیگر برود. و اگر مسجد جامع میسر شد، مسجدی که در آن جمعه خوانده می شود میسر شد، این افضل و بهتر است. و اگر هم نشد، باید در مساجدی بوده باشد که در آن نمازهای 5 وقته جماعتا خوانده می شود. این بود دوستان عزیز تعریف اعتکاف و حکم یزو و بعضی از احکام یزو که در روشنای حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت شما بیان کردم، و ادامه آن را که ادامه بعضی از احکام یزیست و همچنین فضائل و مقصد اعتکاف را بعد از دیدن یک برنامه کوتاه خدمت شما در روشنای حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان خواهم کرد. با ما باشید.
وصال حق، اسلام ناب، بدور از خرافات. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم. قبل از میان برنامه خدمت شما عرض کردم که علما اتفاق نظر دارند که اعتکاف باید در مسجد بوده باشد و افضل است که در مسجدی بوده باشد که در آن نماز جمعه هم خوانده می شود، و اگر این میسر نشد شرط است که در مسجدی بوده باشد که در آن نمازهای پنجگانه جماعتاً خوانده می شود، تا که ضرورت به این پیدا نکند که از مسجد به خاطر ادای جماعت بیرون شود و به جای دیگری برود. و این هم شرط است که کسی که اعتکاف در مسجد می نشیند باید بدون ضرورت از مسجد بیرون نشود. و این مطلب در حدیث متفق علیه که از ام المؤمنین عایشه صدیقه آمده روایت شده که ایشان فرمودند: ان کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لیدخل علی رأسه وهو فی المسجد فأرجله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که در مسجد اعتکاف می بودند از مسجد بیرون نمی شدند، و وقتی که می خواستند که سر مبارکشان را شانه کنم از کلکینی که از حجره حضرت عایشه به طرف مسجد داشت، از آن سر خود را به طرف حجره حضرت عایشه داخل می کردند و حضرت عایشه موی ایشان را، سر ایشان را شانه می کرد. و فرمودند که وکان لا يدخل البيت الا لحاجه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که در مسجد اعتکاف می بودند در خانه بدون حاجت داخل نمی شدند، با وجود که حجرات ازواج مطهرات خانه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیوسته با مسجد بود، با او هم بدون که ضرورت قصوا داخل خانه نمی شدند. اذا كان معتكفا، در وقتی که معتکف می بودند و ضرورت را یا حاجت را، علما به این اتفاق نظر دارن که مراد از حاجت و ضرورت فقط برای قضای حاجت است، یعنی بدون وقتی که برای قضای حاجت ضرورت پیدا میکردن بیرون میشدن، بدون قضای حاجت، بدون وقت قضای حاجت دیگه از مسجد بیرون نمیشدن. یعنی مراد از ضرورت قضای حاجت است که بول و غایت است. این به اتفاق علما وقتی که انسان ضرورت به بول و غایت پیدا کند این حاجت و ضرورت است، میتوند که از مسجد بیرون شود. اما ضرورت دوم که خوردن و نوشیدن هست، در این اختلاف علما است. عده علما این را هم از جمله ضروریات دانستند و گفتند که به خاطر خوردن و نوشیدن هم میتوند که بیرون شود، اما عده علما گفتند که خوردن و نوشیدن از جمله ضروریات نیست، میشد که یک کسی آن را در مسجد برای ازو بیارد و در مسجد بخورد و بنوشد. به هر حال به اتفاق علما بول و غایت از جمله ضروریات است، برای قضای حاجت میتواند که بیرون شود، اما خوردن و نوشیدن اگر مسجد به شکلی بوده باشد که این شخص کسی داشته باشد که خوردن و نوشیدن را در مسجد برش بیارد، این افضل و بهتر است که در مسجد بخورد و بنوشد، بیرون نشود. اما اگر مسجد به شکلی بوده باشد که در آنجا خوردنی و نوشیدنی آوردن نشود، ممانعت بوده باشد یا کسی نباشد که برش خوردنی و نوشیدنی را در داخل مسجد بیارد، در آن صورت این هم ضرورت گفته می شود که برای خوردن و نوشیدن از مسجد بیرون شود. این حدیث، حدیث ام المؤمنین حضرت عایشه، اولا دلالت بر این دارد که اعتکاف در مسجد باید بوده باشد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد اعتکاف می نشستند، و دوم دلالت بر این دارد که انسان معتکف باید خود را نظیف نگاه کند و در نظافت خود تقصیری ننماید، در نظافت و تزیین و مزین کردن خود باید تقصیری ننماید. و همچنین دلالت بر این دارد که بعضی کارهای خرد و ریزه را میشد که در مسجد انجام بدهد، ولو که این شخص معتکف هم بوده باشد، کارهایی که مخل و خلل به مسجد و به ادای مسجد نداشته باشد، اشکالی ندارد که در مسجد انجام داده شود. و همچنین دلالت بر این دارد که بدون ضرورت خارج شدن معتکف از مسجد جایز نیست. و همچنین امام ابو داود رحمت الله علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنه که ایشان فرمودند: السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الا لحاجة الا لما لا بد له منهم. سنت برای شخص معتکف، برای کسی که در مسجد اعتکاف نشسته، سنت این است که به خاطر
تشیع جنازه از مسجد بیرون نشود، جنازه در مسجد خوانده می شود یا اگر در بیرون مسجد خوانده می شود این اجازه ندارد که از مسجد به خاطر خواندن جنازه بیرون مسجد بیرون شود یا به خاطر تشیع جنازه از مسجد بیرون شود و قبرستان برود، و همچنین اجازه ندارد که ولا یعود مریضا، که مریضی را به خاطر اعادت مریضی برود، با وجودی که اعادت مریض از جمله اعمال مفضله هست، باز هم کسی که معتکف در مسجد هست تا که اعتکافش خلاص نمی شود حق خارج شدن از مسجد برای اعاده مریض را ندارد. ولا یمس امرأة، همچنین نزدیک به خانمی نشود، ولا یباشرها، با او مباشرت به خانم خود مباشرت نکند، با خانم خود نه نزدیک شود و نه مباشرت بکند. ولا یخرج الا لحاجت الا لما لا بد منه، برای هیچ حاجت و ضرورتی خود بیرون نشود مگر آن حاجت و ضرورتی که لابدی و ضروری هست، گفتیم که او بول و غایت است یا قضای حاجت است یا تجدیدی وضو هست. و همچنین از جمله احکام اعتکاف این است که انسان معتکف جواز دارد که یک جایی را در داخل مسجد برای خود مختص قرار بدهد به خاطر نشستن خود، به خاطر خلوت خود، و همچنین جواز دارد که برای خود یک سریر و چارپایی را در آنجا بگذارد به خاطر خواب خود یا لحاف و توشکی برای خود در آنجا بگذارد و این اشکالی ندارد و مخل به آداب مسجد نیست در وقت اعتکاف، چون این امر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. حدیثی که ابن ماجه رحمت الله علیه از ابن عمر، عبدالله ابن عمر روایت میکنه، این مطلب آمده که حضرت عبدالله ابن عمر فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اعتکف طرح له فراشه او وضع له سریره وراء استوانه التوبه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که اراده اعتکاف در مسجد خود را میکردند برای ایشان فرشی یا سریری در کنار استوانه توبه گذاشته می شد. استوانه توبه پایه‌ای که به نام استوانه توبه مشهور هست که در آنجا ابوالبابا قصه مشهوری دارد، خود را بسته کرده بود تا که توبهش قبول شد. در کنار این استوانه و این پایه برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فراشی انوار کرده می شد یا سریر و چارپایی مانده می شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ده یا آخر مبارک رمضان را در کنار این استوانه در عبادت الله متعال در خلوت با الله متعال میگذراندند. و از جمله احکام اعتکاف این است که اعتکاف دارای مقاصد و مرامهای است. چرا این عبادت مشروع قرار داده شده؟ روی چی مقصدی مشروع قرار داده شده؟ مقصد اولش این است که بخاطر یابیدن شب قدر. اعتکاف در ده آخر ماه مبارک رمضان مشروع قرار داده شده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ازواج مطهرات صحابه کرام این ده آخر را اعتکاف می نشستند. مقصد و مرام اولش این است که تا که شب قدر را درک کند انسانی مسلمان، و مقصد دومش این است که خلوت به الله متعال تا که از مردم قطع شود و پروردگار خود خلوت بکند و در نتیجه قلبی از او رقیق و اصلاح گردد. و همچنین اصلاح قلب گفتم وقتی که انسان با الله متعال روی می آورد و خلوت میکند و از دیگر انسان ها از روابط دنیوی خود را قطع میکند، در نتیجه قلبی از او اصلاح می شود و اصلاح قلب نصیبی از او می گردد. و همچنین مقصد دومش این است که چند روزه که اون اعتکاف است، این چند روز را مختص الله متعال قرار بدهد و خود را از تمام ارتباطات دنیا قطع کند و خاص وقت خود را در عبادت الله متعال بگذراند، و او ثواب و اجر ثوابی که الله متعال و رسولش بیان کرده او را از آن و نصیب خود بگرداند. و همچنین دیگر از جمله مقاصدش این است که انسان با اعتکاف میتواند که روزه خود را از هر نوع مؤثرات سلبی حفظ بکند. وقتی که انسان معتکف هست از تمام روابط دنیا خود را قطع میکند، در خلوت الله متعال است، با این میتواند که روزه خود را از مؤثرات سلبی حفظ بکند. و همچنین از جمله مقاصدش زهد در دنیا است که با این کار انسان یک نوع خود را از امور دنیا، از مأکولات و مشروبات حتی مباح هم زاهد میکند و یک نوع زهد و اصلاح قلب برش پیدا میشود. و شروط اعتکاف دوستان عزیز این است که همچنان دیگر عبادات، اولا اسلام شرط هست که باید انسان اعتکاف می نشیند مسلمان بوده باشد،
و دوم تمیز شرط است. طفل کوچک و خرد که آداب مسجد را نمیفهمد برای از او اعتکاف نشستن جایز نیست. باید اقلا طفلی ممیز بوده باشد، اگرچه به سن بلوغ نرسیده باشد، لیکن ممیز بوده باشد، عاقل بوده باشد. و شرط سومش این است که طهارت از حدث کبیر هست، و مراد از حدث کبیر جنابت و حیض و نفاس هست و باید از این چیزها طاهر بوده باشد. و کسی که در حالت اعتکاف جنابت برش پیش می شود، احتلام پیش می شود، باید برود بیرون و خود را از این حدث پاک بکند، دوباره به مسجد بیاد. اما اگر خانم در وقت اعتکاف است، برای از او مریضی مهار پیش می شود، حیض می آید، نفاس می آید، در او صورت او باید اعتکاف خود را قطع بکند و برود به خانه خود، چون در وقت حیض نفاس، در وقت حدث کبیر نشستن اعتکاف جواز ندارد. و شرط چهارمش این است که باید در مسجد بوده باشد. و گفتیم که این شرط شرط اساسی هست، و همچنان که در آیه قرآن کریم به او اشاره آمده و در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به او اشاره آمده که قبلا ما ذکر کردیم، و گفتم که افضل و بهتر است که در مسجدی بوده باشد که در او جمعه خوانده می شود، و اگر این میسر نشد باید در مسجدی بوده باشد که نمازهای پنجگانه در آن خوانده می شود. اما در بعضی از آثار مساجد ثلاثه که مسجد حرام است و مسجد نبوی هست و مسجد اقصاص، این اختصاص ها آمده. علما قولشان این است که این اختصاص برای کسی است که نظر کرده باشد، کسی که نظر بکند که در مسجد الحرام اعتکاف می نشیند یا در مسجد نبوی یا در مسجد الاقصا، باید به خاطر وفا به نظر خود در این مساجد بنشیند. اما کسی که نظر نکرده باشد در هر مسجدی که بنشیند اشکالی ندارد. این بود دوستان عزیز شروط اعتکاف و همچنین مقاصد اعتکاف. و در مورد فضائل و ممیزات اعتکاف علما این را بیان کردن که اجمله فضائل و ممیزات اعتکاف، اول این است که وقتی کسی که اعتکاف می نشیند حتما و حتما شب قدر را درک می کند، چون وقتی که ده آخر ماه مبارک رمضان را در خلوت الله متعال و در عبادت الله متعال می گذراند، حتما و حتما شب قدر را در میکند. و این عبادتی که این فضیلتی که عبادت شب قدر از عبادت 83 سال و 4 ماه یا از عبادت 1000 ماه بهتر است، این عبادت را کسب میکند و از آن خود میکند. و فضیلت میزه دیگر این است که اقتدا به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا آخرین عمر خود ده آخر مبارک رمضان را اعتکاف می نشستند، و بعد از او ازواج مطهرات چون این کار را می کردند و صحابه هم این کار را می کردند، اقتدا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. و اقتدا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودش یک میزه و یک فضیلتی هست. و همچنین فضیلت دیگرش این است که کسی که نظر میکند باید به نظر خود، وقت نظر میکند که یک روز یا چند روز اعتکاف می نشیند، باید به نظر خود وفا بکند، ولو که این شخص در حالت شرک هم نظر کرده باشد. همچنانی که در حدیث ابن عمر تیر شد که حضرت عمر رضی الله عنه در زمان جاهلیت در وقتی که مشرک بود بر بالای خود نظر کرده بود که یک روزی در مسجد الحرام اعتکاف می نشیند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برش امر کرد که به این نظر خود وفا بکند، اگرچه این نظر در وقتی بوده که او مکلف به احکام شرعی نبوده، در وقتی بوده که او مشرک بوده، باز هم وقتی که در برای از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر میکند که باید به نظر خود وفا بکند. پس کسی که در حالت شرک هم بر بالای خود نظر اعتکاف را میگیرد، وقتی که مسلمان میشود واجب است که به این نظر خود وفا بکند و آن چند روزی را که نظر کرده و آن را در مسجد اعتکاف بنشیند. و گفتم که فضیلت دومش این است که امهات المؤمنین هم و همچنین بعضی از صحابه هم این کار را به اقتدا به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می کردند. پس کردن این کار علاوه بر اینکه شب قدر درک می شود، علاوه بر اینکه اقتدا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، اقتدا به ازواج مطهرات هم است، و اقتدا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اقتدا به ازواج مطهرات و اقتدا به صحابه کرام و خلوت به پروردگار و به الله متعال، این همه فضائل و ممیزات در اعتکاف در این عبادت بزرگ جمع شده است. الله متعال نصیب ما و شما هم این عبادت را بکند و توفیق نصیب ما و شما بکند که از این عبادت بزرگ در ماه مبارک رمضان
خود را محروم نکنیم. در اینجا وقت برنامه ما به پایان رسیده و همچنین در اینجا احکام و آداب و مسائل و فضائلی که مربوط رکن چهارمی از ارکان اسلام می شد که روزه بود به خاتمه رسید و ان شاء الله تعالی در قسمت آینده شروع میکنیم با بیان احکام و مسائل و فضائل رکن پنجمی از ارکان اسلام که حج هست. تا به وقت الله حافظ و نگهبانتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.